داستان در زمان عباس میرزا اوایل دوران قاجار اتفاق میفته. شاهزاده عباس میرزا که معروف به شاهزاده اصلاح طلب، اون هم وقتی با اروپا رابطه برقرار میکنه در فکر تجهیز ارتش مدرن میفته. چرا؟ برای اینکه بتونه که از پس عثمانی ها بر بیاد، اینکه بتونه که به اصطلاح یه خاک ایران به بخش روسیه بار بیاد، به اصطلاح بر بیاد و بتونه که مملکت حفظ بکنه دیگه. بنابراین الان هم تو جالب اینه که همین داستان تو جمهوری اسلامی به یه شکل اتفاق میفته. اینه جمهوری اسلامی چیزی که از هسته‌ای و از نیروی نظامی و قدرتش سعی میکنه با تمام قوا با تمام امکاناتش مستقیم غیر مستقیم از غرب بیاموزه، همین داستانه. حالا اسلحه هسته‌ای رو من نمیگم که جمهوری اسلامی دنبال سلاح‌های هسته‌ای بوده، نه اصلا بحث من اون نیست، ولی توانایی علمی، توانایی تکنولوژی در ارتش، در موشک، در امثال این حرفا، یعنی امروز مظهر اقتدار ما همونجور که زمان صفویه توپای پیشرفته بود، در زمان قاجاریه توپای پیشرفته بود، در جمهوری اسلامی موشکه. کمی چند روز پیشم آقای روحانی در سالگرد جنگ که سخنرانی کرد، مظهر اقتدار ما موشکه. من اصلا بحث سیاسی نمی کنم، بحث تحلیل نمی خواهم بکنم، خوبه یا بده، درست یا نادرست هم، ولی می خواهم بگم این نمونه‌های تاریخی داره، یعنی ما بر اساس یک بستر تاریخی حرکت میکنیم. خب این مرحله سوم ماست و ما الان در مرحله سومیم. اصلاح طلبی که ما الان داریم مطرح میکنیم مربوط به این دوره سوم. پس بنابراین این رو از همینجا بگم که در بحث‌های آینده من دیگه به گذشته قرن دوم و سوم و پنجم و ششم و دهم اون دوره بر نمیگردم، از اصلاح طلبی معنی عام حرف نمیزنم، بلکه اصلاح طلبی که در این 150 سال اخیر مطرح شده این چه مضمونی داشته، این چه ادابی داشته، چه کار می‌خواست بکنه، چه برنامه‌هایی داشته، یا افراد چه برنامه‌هایی داشتن، چون باز رو کلی نمیشه گفت، افراد جریان‌ها سخنگویانشون چه فکری داشتن، چه اهدافی رو دنبال می‌کردن، این رو خدمت شما عرض کنم خواهم گفت. در این چند دقیقه باقی مونده، اگر از اونجا باقی مونده باشه، من یک سیر کلی تیتراش فقط میگم دیگه، به سبب بحث اصلی میذارم برای آینده. این جریان شناسی که الان داریم ما در ایران اسلامی، یعنی از این بحث گذشته تاریخی، بستر تاریخی رو عبور میکنم، میام جریان شناسی که ما در این 150 سال اخیر در میان مسلمان ها داشتیم. بگمان من عرض کنم که ما چهار نوع اسلام داریم، یعنی پیشوند اسلام ثابته، پسوندش تغییر میکنه. این چهار نوع رو من تحت عنوان اسلام سنتی، اسلام سنتگرا، اسلام بنیادگرا و اسلام نوگرا معرفی میکنم. از که در اینا بحثای ریزش بمونه برای آینده، برای اینکه قدمی جلو رفته باشیم فقط تیتراش میگم، بعد توضیح میدم. اول اسلام سنتی. من خیلی فکر کردم که با چه مؤلفه‌ای ما میتونیم اسلام سنتی رو معرفی کنیم، اسلام بنیادگرا رو معرفی کنیم، اسلام نوگرا، چون هر کدام از اینا مؤلفه‌های مختلفی داره، هر کدام از هر کسی میتونه از زاویه دید خودش یا به میزان اطلاعات و شناخت تاریخی خودش میتونه که مثلا یه مؤلفه رو اضافه کنه. بنابراین این اینایی که من الان خدمت شما میگم این چیزی بوده که انگار یاد داشته این مطلب به ذهن رسیده، وگرنه این معنیش این نیست که تمام شما میتونید چیزایی رو بفرمایید، تکمیلش بکنید یا اصلاحش بکنید که محصول فکر جمعی ما یه چیزی مثلا درستری از آب در بیاد. اسلام سنتی رو من اینجوری تعریف میکنم: دینداری بر طبق عادت و میراثی. اولین مؤلفه این دینداری رو دینداری میدونم بر طبق عادت و میراثی. پدر ما مسلمان بود، ما مسلمان، مادر ما مسلمان بود، ما مسلمان، پدر ما شیعه است، ما شیعه هستیم، خواهر ما شیعه به دنیا آمدیم، خواهر شیعه دوازده امام به دنیا آمدیم. میراثی اسلامی است که به ما به ارث رسیده است. ما خودمون درش کنجکاوی نکردیم، تنکاش نکردیم، خودمون انتخابش نکردیم، خودمون اون رو عرض کنم که با استدلال نپذیرفتیم. این اسلام سنتی، این اولین مؤلفه ای اسلام سنتی است، اسلامی که از سنت گرفتیم، از میراث گرفتیم، از یاران گرفتیم. مؤلفه دیگر این اسلام غیر سیاسی. غیر سیاسی هم به معنی، من اینجا سیاست هم به معنی اراده معطوف به قدرت میگیرم، یعنی کسی که در دقیقه حکومت و سیاست و تغییر رژیم و تغییر دولت مردان و نمیدونم، یعنی تغییر در بالا میبینه، در سطح حکومت میبینه. کسانی که در این جهت تلاش میکنن، کوشش میکنن، هر نوع فعالیت فکری، فرهنگی، سیاسی، حزبی، تشکیلاتی، سیاسی، نظامی، اینا رو میتوان گفت جزء فعالان سیاسی نامید، که میتونه در یه زمینای نظامی هم باشه، در یه زمینای نظامی نباشه، فقط صرفا فرهنگی باشه.
مسلمانان سنتی که اسلامشون از میراث گرفتند و از سنت پدرانشون گرفتند غیر سیاسی هستند. باز انشاءالله توضیحات بیشتر طلبتون که بعدا خواهم گفت. مؤلفه سوم بی تفاوت هم نسبت به تجدد. واقعا اینا چه نگاهی در 150 سال اخیر نسبت به تجدد غربی داشتن؟ تجدد هم اینجا که میگم دیگه منظور من قرن سوم، چهارم، پنجم، ششم و نمیدونم که صوفیه و از کنم که نظاریه و باطنیه و اسماعیلیه اینا نیست، چون اونا در زمان خودشون نوگرا بودن یا به عبارت دیگر اونها هم به اصطلاح افرادی بودن که نسبت تجدد داشتن نسبت به زمان خودشون. اینا نسبت به تجدد غربی من در حدی که دیدم هم تجربه شخصی هم مطالعاتی من به من میگه که مجموعه این مسلمانان و سنتی نسبت به تجدد بی‌تفاوتن، نه خیلی مخالفن نه خیلی موافقن، اصلا نسبت به اونا بی‌تفاوتن. بنابراین هم مسلمان و سنتی که در افغانستان هست میاد توی بن آلمان هم زندگی میکنه به میزانی که دین و مذهب و نمازش و روزش و محسنش و عزاداریش و اگه شیعه هست همه این کار رو اینجا بتونه انجام بده، نتونم انجام ممکن نده، مجبورم نشه مثلا مجبور بشه که انجام نده، اون انجام نمیده برش مهم نیست، اگر بتونه گوش حلال به دست بیاره میخوره، نه باشه ممکنه غیر حلالش هم بخوره، نه حتی اکثر اصلا گوش نمیخوره. میگه خیلی خوب، همون جوری که خیلی ها عرض کنم که معروف دیگه، البته اینو به تن استاد و مهندس بازرگان گفتن که بازرگان با آفتابه رفت به اروپا که خیلی خوب حالا با آفتابه میاد اروپا، ولی خب نسبت به تجدد غربی البته بازرگان که دید مثبت داشت، ولی ممکنه که با آفتابه بیاد تو اروپا 10 سال تو اروپا زندگی بکنه یا تمام عمرش با آفتابه، اما به بقیه چیزای اروپا کاری نداره، به علمش، به تکنولوژیش، به صنعتش، به خیابانش، به همه امکانات اروپا استفاده میکنه، غربی یا تو ایران استفاده میکنه یا تو افغانستان از همه اینا استفاده میکنه، اما در مجموع دیدگاه سلبی و دیدگاه ایجابی خاص نداره، بی تفاوت به هر میزانی که بدون استفاده میکنه یا به نفعش بدون استفاده میکنه، نباشه نه ضد تجدد نیست. حالا مدافع تجدد هم اگر نباشه نسبت به اون بی تفاوته، یعنی من نامی که میتونم بذارم اینه. اکثریت مسلمانان این گونه هستن. من این به اصطلاح سه تا مؤلفه رو در ارتباط با اسلام سنتی میگم، من با تکرار میکنم این کامل نیست، میتونه این کامل بشه، اما اسلام سنت گرا، سنتی ها با سنت گرا با هم متفاوتن. اسلام سنت گرا که این گرا که دنبالش میاد که حالا امروز میگم بعضی ها اسلامی است نمیدونم فلان که میاد، خب یه خورده صحنه رو عوض میکنه، تعریف عوض میکنه. دینداری مثلا مسلمان سنت گرا عبارت است از دینداری ایدئولوژیک و ضد تجدد، هم ایدئولوژیک هم اینجا رو من به معنی علمی کلمه به کار میبرم نه معنی مثبتش یا معنی منفیش، چون ایدئولوژی در یک دوره های معنی مثبت داشت، در یک دوره معنی منفی داشت، پیش از انقلاب ایدئولوژیک بودن مثل انقلابی بودن فلان کس ایدئولوژیک، اصلا ما پیش از انقلاب که بحث میکردیم صحبت میکردیم ادعامون این بودیم ما بحث های ایدئولوژیک داریم مطرح میکنیم که البته این هم از اواخر دهه 40 دهه 50 تحت تاثیر مجاهدین و تحت تاثیر شریعتی و بعدا مطهری همه اومدن دیگه ایدئولوژی نوشتن، ایدئولوژی اسلامی نوشتن، به کشوری عربی هم هست، محمد قطب یک کتابی داره که به فارسی ترجمه شده راجع به ایدئولوژی اسلام. بنابراین بحث فهم ایدئولوژیک اسلام دیگه اون زمان مد و روز بود، حالا در 20 25 سال اخیر که اینا مثلا انقلابی بودن معنی منفی پیدا کرده، فرانک ایدئولوژیکه در واقع ولش کن این آدم ذهنیه، یعنی آدم پرته. مثلا من اینجوری نگاه نمی‌کنم، من ایدئولوژی رو معنی منفیش نمی‌بینم، من به اون مفهوم پیش از انقلابش قبول دارم، ازش هم دفاع می‌کنم، اما الان اینجا من ایدئولوژی رو به معنی خنثاش به کار می‌برم. ایدئولوژیکن یعنی بر اساس یک سلسله مفروضات، یک سری بحث‌های کلامی و اعتقادی عمل می‌کنه و این از یک طرف، از طرف دیگر هم ضد تجددن، یعنی در برابر تجدد غربی موضع براندازانه دارن، چون حالا میگم نوگراها هم موضع منفی دارن منتها برخورد انتقادی دارن، اینا موضعشون موضع براندازانه است، بنده سلبیه. خب حالا من فکر کنم حدود در یک ساعت میشه دیگه سریع رد شم. غیر سیاسی هم هستن این افراد، غیر سیاسی به سیاست هم به همون معنایی که گفتم لاقل به طور مستقیم سیاسی نیستن، اگر هم سیاسی باشن، چون اصلا سیاست رو به معنی عام کلمه در نظر بگیریم هیچ کسی نمیتونه غیر سیاسی باشه، شما هر حرفی بزنید هر کاری بکنید، خصوصا در جامعه مثل جامعه ایران اصلا نفس کشیدن از آدم سیاسیه، اگر هم نباشه حکومت سیاسی تفسیر میکنه، ولی به هر حال اینجا من دارم میگم سیاسی یعنی فعال سیاسی نیستن، موضع سیاسی ندارن.
در ارتباط با حکومت و دولت و شرایط فلان. در دو وجه هم فقه محورند و عرفان و اخلاق محور، یعنی هم از یک طرف یک فقه حداقلی رو دارن، یعنی به فقه حداقلی هم نه فقه حداکثری که عمان فقها اینا دارن، نه خیلی سادت به فقه نمیدن، ولی به یه فقه حداقلی باور دارن، بهش عمل میکنن. و از طرف دیگه بیشتر هم تاکیدشون روی عرفانه، عرفان اسلامی، اخلاق اسلامی هست که اینها عمدتاً فقیهان و مقلدانشون رو من در این رابطه میبینم. فقهای شیعه، حتی فقهای اهل سنت، ولی اهل سنت این مقدار با شیعه متفاوته، فقهای شیعه رو از عصر 150 سال پیش، از داستان تنباکو به بعد، وقتی نگاه کنیم ببینیم که اینها آدمایی هستن که عمومشون، بعضیاشون البته وارد بحث‌های سیاسی شدن یا فتواهاشون فتوای سیاسی شد، مثل فتوای تحریم تنباکو، اما میرزای شیرازی که آدم سیاسی نبود، فعال سیاسی نبود، کاری به حکومت نداشت، نه لش نه علیهش، بعضی از فقها به یه شکلی از حکومت حمایت کردن، بعضی‌ها حمایت نکردن، بعضی ولی در مجموع اینا جزو فعالان سیاسی نبودن. الان هم فقهای همین مراجع حوزه علمی قم به لحاظ شکلی و به لحاظ تعریف جزو فعالان سیاسی نیستن، یا خودشون جزو فعالان سیاسی نمیدونن، هرچند پیمان با سیاست دارن بخششون، البته بخششون نه، ولی در هر صورت من عموم فقها و مقلدان اینها رو جزو مسلمانان سنتگرا میدونم. بخششون سنتی هم، بخششون سنتگران، یعنی اینایی که به یه شکلی با سیاست پیوند پیدا میکنن، سیاسی میشن ولی غیر مستقیم، ولی حتی به ظاهر هم خودشون مستقیم، مثلا مثل شیرازی ها مثلا به شکلی تنه بزنن سیاست، ولی در اینها سیاسی هم به معنی متعارفش در ایران نیستن. که در شرایط فعلی از علما و فقها مسلمانای معمولی خودمون اگر بگذاریم و سید حسین نصر به عنوان نواد این نوع اسلام، اسلام سنتگرا، نه اسلام